جاستین فلشنر تشکر از وقتتان نهاد مربوط به شما اخیرا یک گزارش را تحیه و نشر کرده که بر اساس از این گزارش خرید فروش و قاچاق اسلحه امریکایی در مرز بین پاکستان و افغانستان جریان داره به خاطر یاد دهانی و بیننده های ما میتونین بگوین که کدام نوع اسلحه بیشتر قاچاق میشه و قیمت مجموعی اسلحه قاچاق شده چقدر تخمین شده موضوع ارزش مجموعی این تسلیحات بسیار بسیار مشکل است که تخمین شود ولی در ارتباط به انواع تسلیحات گفتم می که اسلحه کوچک و سبک شامل آن است و صلاح است که یک فرد قابلیت انتقال آن را دارد که تفنگچه، ماشیندارهای سبک، راکت لانچرهای سرشانه و دوربینهای شبین شامل آن بوده می تواند. شما این گزارش را چگونه تهیه و ترتیب کردین یعنی از کدام روش استفاده کردین ما محققان تحت پوشش خود را به با بازارهای سیاه در قندهار، هلمند و ننگرهار فرستادیم. ما از نقاط کلیدی عبور و مرور در مرز دیدن کردیم و به بعضی از بازارهای آن منطقه سر زدیم. ما در بازارهای مختلف انواع مختلف سلاح پیدا کردیم ما شاهد مقررات مختلف طالبان بودیم جوازهای طالبان برای فروشندگان اسلحه را پیدا کردیم در برخی موارد ما قیمتهای متفاوت برای اسلحه مشابه را یافتیم البته تفاوت در قیمت به چگونگی فعالیت بازار بستگی می گرفت یعنی اگر بازار بر اساس جواز طالبان فعالیت می کرد به این مناس که آنها باید به با طالبان پول یا می یا در مناطق دوردست، قیمت اسلحه نسبت به بازارهای بزرگتر اندک نازلتر می بود. طالبان موضوع قاچاق اسلحه را رد کرده و گفتند که اما تسلیحات در دیپوهای کشور محفوظ است. پاسخ شما با این گفته های طالبان چی است؟ فکر میکنم ما از جانب طالبان این را نیز شنیده ایم که کشتارهای فراقانونی وجود ندارد یا مقررات وضع شده در برابر زنان به خاطر محافظت از آنان است نه ظلم بر آنان من از تلاش ها به خاطر کنترل بر دیپوی قوای سابق امنیتی استقبال می کنم ما از جانب اداره استخبارات طالبان شاهد ضبط اسلحه‌ای که بدون اجازه طالبان انتقال داده می شود نیز بوده ایم ولی محققان ما اند که به با این بازارها رفتند یعنی بازارهایی که هر کس به آن دسترسی دارد ما گزارش هایی داریم که عناصر مختلف به اسلحه در افغانستان دسترسی دارند. می دانیم که تقاضا برای اسلحه امریکایی در پاکستان زیاد است. این اسلحه در نزد گروه های تروریستی در منطقه نیز دیده شده است. کدام گروه ها در منطقه با اسلحه بجامانده از نظامیان امریکایی دسترسی پیدا کردند؟ تحقیقاتی را که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده قاچاق و راه های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه امریکایی نزد گروه های مثل تحریک طالبان پاکستان و معاملگران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است. میزان خطر دست به دست شدن تسلیحات امریکایی را تا چه حد ارزیابی میکنین و پیشنهاد شما به خاطر دفع و جلوگیری خطرات چی است؟ Well, I think it's it's a very difficult issue to tackle. کنترل اسلحه در منطقه‌ای که افغانستان در آن موقعیت دارد یک موضوع بسیار دشوار است مشکلات در این منطقه برای سالهای زیادی وجود داشته است همچنان از یک سو ایران و سوی دیگر پاکستان در این منطقه موقعیت دارند و در عین حال در این منطقه بعضی از معاهدات بین المللی که به خاطر کنترل اسلحه وجود دارد نیز به گونه کامل آن رعایت نمی شود به همین ترتیب گروه های مسلح و شبکه های تروریستی بدون موجودیت یک وزنه مؤثر تعادل در منطقه فعالیت می کنند و توان دسترسی به این اسلحه را دارند هم بر اساس ایدیولوژیکی هم بر اساس روابط دیرینه با طالبان و هم بر اساس منافع مالی و تجارتی بنابراین این یک وضعیت واقعا پر آزمون است البته از نقطه نظر برداشتن گام هایی که بتواند با وضعیت فعلی رسیدگی کند فکر میکنم از سوی کشورهای همسایه باید همکاری و حمایت قوی برای کنترل اسلحه وجود داشته باشد